المحبة تنقسم إلى ثلاثة أقسام. محبات برصغيس محاست. القسم الأول المحبة مع الله، هذه الشرك أكبر. قسم أول يعني نوع أول محبات با الله يعني بهمراه الله هست كي از نوع الشرك أكبر شمرده ميشه. يحب الولي أو يحب الند كمحبة الله سبحانه وتعالى أو أكثر، هذا هو الشرك الأكبر. ولي و شخصي رو غير از الله متعال به همراه الله متعال مانند الله یا بیشتر از الله دوست داره که این شرک اکبر هست. نعم، يحب الله سبحانه وتعالى ولا يحب احد مع الله. بلکه باید الله رو دوست داشته باشه و هیچ کس رو به همراه الله یعنی به اندازه الله یا بیشتر از الله دوست نداشته باشه. نعم، الثاني من انواع المحبه، المحبه في الله او لله. نوع دوم یا مورد دوم از انواع محبت، محبت به خاطر الله و در راستا و جهتی هست که مورد پسند الله متعال هست. نعم، و هذه واجبه بل هي من اوثق عرى الايمان. بلکه این نوع محبت محبتی است واجب و بلکه از مهمترین موارد و مصادیق مرتکی در مجموعه رفتارهای ایمانی است. نعم، القسم الثالث من المحبه محبه طبيعيه جائزه. و مورد سوم از انواع محبت محبت طبیعی است که محبتی جایز هست. يحب الولد، الوالد، الزوجه. مثل محبتی که انسان به فرزند خودش، والدین خودش و یا همسرش داره. به شرط الا تقدم على محبت الله. البته مشروط به این که مقدم بر محبت الله متعال قرار نده. نعم، اذا القسم الاول المحبه مع الله شرك اكبر. لذا انواع سگانه محبت عبارت است از یک محبت به همراه محبت با الله متعال یا بدین معنا که کسی یا چیزی رو به اندازه الله یا بیشتر از الله دوست داشته باشه. الثانی محبه فی الله او لله واجبه. نوع دوم محبت برای الله و به خاطر الله متعال هست که از نوع واجب هست و این نوع محبت واجب هست. الثالث محبه طبیعیه و هی جائزه. و نوع سوم محبت طبیعی است که محبتی جایز هست. من نحب في الله. چه کسی رو به خاطر الله دوست می‌داریم؟ نحب العمل. كل ما جاءت به الشريعه. همه اعمالی رو که شریعت آورده و مورد تاکید قرار داده دوست داریم. و نحب العامل. كل من عمل بالشريعه، الانبياء والرسل عليهم الصلاه والسلام، ملائكه، الصالحين، اولياء الرحمن. كل واحد. هر شخصی که عامل به اعمال شرعی باشه، اعمالی که پیامبران آورده اند و ابلاغ کرده اند، هر کسی که عامل به این اعمال باشه رو دوست داریم. و محبت ازمنا یحبها الله. و محبت زمانهایی که الله متعال دوستشون داره. لیلت القدر، ثلث اللیل الاخر. مانند شب قدر و پاس اخیر شب. نعم. محبت امکنه یحبها الله، المساجد، مکه، المدینه. و یا محبت مکانهایی که الله متعال دوستشون داره، مساجد، مکه، مدینه. ضد هذا البغض في الله. در برابر این مورد بغض و دشمنی به خاطر الله متعال هست. من نبغض في الله. چه کسی رو به خاطر الله متعال مبغوض میدونیم؟ العمل كل ما حرمت الشریعه وتقدم هذا الشرك. هر عملی که بر خلاف شریعت و دستور الله متعال باشه، مانند عمل شرک. و العامل کل من کفر بالله سبحانه و تعالی، یهود، نصارا، مجوس، بوذیین. یا عاملان به اعمال غیر مشروع مانند یهود و نصارا و بودایی ها و مجوسیانی که عمل کننده به اعمال شرکامیز هستند. نعم، بغض أزمنة يحتفل بها الكفار، عيد رأس السنة، عيد مثلا المولد، عيد كذا. يا مكانهاي رو كه مورد غضب الله متعال هست و مبغوز هست، مانند زمانهاي رو كه مبغوز هست، مثل جشن سال نو میلادی که از عمل کفار هست و در این زمان انجام میشه. نعم. الرابع امکن يحتفل به الكفار وهذه لابد ان نبتعد عنها ولا ناتيها. يا مكانهایی که مبغوض هست، مانند مکانهایی که مشرکان اعیاد خودشون رو برگزار میکنن. اماكن البدع، اماكن الخرافات، اماكن الشركيات، اماكن اللهو، اماكن الرقص، والله اعلم. اماكن مانند جاهایی که در اونجا
اعمال شرکامیز انجام میشه، اعمال خرافاتی انجام میشه، یا در اونجا بدعت ها انجام میشه، یا لهو و لعب و رقص و پایکوبی و معصیت الله متعال انجام میشه، از همین دست و از همین نوع مکان هایی است که مبغوض هست.